من فریبا هستم، 39 سالمه و اصالتا اهل گیلان هستم. من تا سن 16 سالگی خب باورای اسلامی داشتم، اونم به خاطر تعلیماتی بودش که تو مدرسه به ما میدادن. در واقع من اصلا تو خانواده بزرگ شدم که هیچ باور دینی و مذهبی نداشتم، اما طی اتفاقاتی باعث شدش که من اصلا کلن یک شبه دین اسلام رو و باورهای اسلامی رو بذارم کنار و به بیدینی برسم. و تا قبل از مسیحیت با باورهایی که خودم برای خودم ساخته بودم و هیچ ربطی به مذهب و دین نداشت و هیچ باور دینی در من وجود نداشت زندگی میکردم. خب من یک روز برای کلاسای هندسه رفته بودم آموزشگاه و اونجا ثبت نام کردم و خب روزی که داشتیم تو کلاس بودیم، خب من به خاطر حالا اینکه کاریکاتور بلد بودم بکشم شروع کردم عکس معلممون رو کشیدم و یهو چشم همکلاسی من وقتی بهش خورد شروع کرد به خندیدن و توجه معلم جلب شد که این داستان خنده چی هستش و به من گفتش که آخر کلاس صبر کن، میخوام که باهات صحبت بکنم. آخر کلاس ما خب منتظر شدیم، حالا فکر میکنیم که الان میخواد ما رو دعوا کنه یا حالا چیز دیگه، که به من مستقیم ایشون گفتن که اولا که شما حجابتون درست نیست، دومندش که شما به خاطر جوشای صورتی که دارید من میبینم که شما اول پله جهنم خواهی رفت و من یک سری انرژی هایی دارم که از طریق اون میتونم آدم ها رو ببینم و بشناسم و کلن تشخیص میدم که این آدم ها به چه صورتی هستن. شما حتی میتونید زمانی که من دارم از کلاس خارج میشم و تو خیابون هستم پشت سر من راه بیفتید و ببینید که در من چی میبینید. و من هم خب با توجه به این که خب حالا کنجکاو شده بودم، از یه طرفم ناراحت شده بودم، از یه طرفم کنجکاو شده بودم که خب چه چیزی در این معلم هست که حالا جوش‌های صورت من که جوش‌های بلوغ هستش رو به عنوان گناه دیده. یک روز پشت سرش راه افتادم و دیدم چیز خاصی نمی‌بینم و خب ناراحت شدم و رفتم خونه و شروع کردم جوش‌هامو شمردم و گفتم خب هر یه جوشی که الان روی صورت من هستش گناه هستش. اما بعد یه مدت نشستم خیلی دقیق فکر کردم که گفتم مگر که به ما نمیگن که دین اسلام دین محبته و خیلی بهتر از دینای دیگه است، چطور من تو این سن که اوج جوونی من هست و دارم به جوونی میرسم گناهکار هستم؟ و با توجه به این که خب خانواده من هم هی به من میگفتن که شما اصلا راهت اشتباهه، کارت اشتباهه، اصلا این مسیره و این دینی که انتخاب کردی مسیر درستی نیست، و یک لحظه دلزده شدم و کلن یک شبه کلن دین اسلام رو، تمام باورهای اسلامیم رو دور ریختم و به بیدینی رسیدم. در سن 24 سالگی یک روز از دوستای من رو خب به خونش دعوت کردش. خب من اونجا رفتم و دیدم که خب همه خیلی راحت هستن، محیط خیلی آرومه، دارن شعر میخونن، سرود میخونن و خب یک مقدار علاقه من شدم، که فقط کنجکاو شدم که حالا مثلا اینجا چه محیطی است. اما اینکه واقعا علاقه ای داشته باشم که مسیحی بشم، نه، هیچ علاقه ای نداشتم، صرفا یک کنجکاوی بود. و اینها گذشت، سالها گذشت تا اینکه من به ترکیه اومدم و با یه شخص مسیحی ازدواج کردم. و خب همسرم خب خیلی تلاش نمی کرد که من وارد مسیحیت بشه، یعنی به من واگذار کرده بود، انتخاب رو به من واگذار کرده بود که یا کلیسا برم یا نرم، یا اصلا کتاب رو بخونم یا نه. اما خب از اونجایی که خیلی خسته شده بودم از اینکه به هیچ چیزی تکیه نمیتونم بکنم، هر راهی رو که پیش میرم اشتباه از آب در میاد و هیچ کانکشنی با هیچ چیز معنوی ندارم، یک روز نشسته بودم، یعنی توی بالکن، تقریبا ساعت 3:30 صبح بود
و اونجا شروع کردم صحبت کردن که خب مثلا با خدای خودم داشتم صحبت میکردم که من همه راه ها رو دارم اشتباه میرم، من کی هستم، من خیلی تلاش داشتم میکردم که مدیتیشن کنم، با روح برتر خودم ارتباط بگیرم، با کائنات ارتباط بگیرم، چشم سومم رو باز کنم و بتونم از این طریق وصل بشم. خب این اتفاقا نیفتاد و همینجور که ناامید بودم و پریشون بودم و خب یک مشکل دیگه هم که تو من حاد شده بود بیماری خود بیمارپنداری بود و این تو من خیلی حاد شده بود و هر لحظه فکر می‌کردم که خب من الان بیمارم یا مثلا یک بیماری جدی دارم، پریشونم، استرس دارم، آرامش نداشتم، نمیدونستم که خب از طرفی هم که خب مهاجرت کرده بودم، اتفاقایی که تو مهاجرت برام افتاده بود، راههای اشتباهی که رفته بودم، مسیرهایی که همش به بنبست خورده بود، همه اینا باعث شده بودش که من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و ولی یک چیز درونی به من میگفت که تو باید به یک چیزی کانکت بشی و اون چیز چی بود نمیدونستم. من به همه چیز فکر میکردم الا مسیحیت. تو خونه من همسر مسیحی بود، کتابهای مسیحیت بود، تنها چیزی که اصلا بهش فکر میکردم مسیحیت بود و خیلی راحت بگم متنفر بودم از هرچی کتابه، از هرچی مذهبه، از هرچی دینه، از هرچی چارچوبه. و تقریبا بعد از اون شب تقریبا 4 روز بعد خب همسرم اومد گفتش که ما دعوت شدیم به یه دوره همی، میخوام که شما هم باشی و چند تا از دوستای ما از آمریکا اومدن. خب از اونجایی که خودش میدونست من حساس هستم و خیلی علاقه ندارم که تو جمعای مسیحیت باشم، به من اصلا نگفت که این جمع مسیحی هستش. خب ما حرکت کردیم، رفتیم، دیدیم که یک جای خیلی زیبایی، یه جایی که کمپ هستش و ما به محض ورود من احساس کردم که اینجا یه مقدار فرق میکنه، چون که خب تعداد افراد بالایی اونجا نشستن و چند نفر از آمریکا اومدن و بعد خودشون رو به محض ورود با من دست دادن و خودشون رو معرفی کردن که ما شبان هستیم. به خاطر همسرم به احترامشون من وارد اون سالن شدم و شروع کردن سرود خوندن، دعا کردن و خب من هیچ واکنشی نشون نمیدادم. اما وقتی شبانها تک تک اومدن صحبت کردن و من یک نکته خیلی مهم بود این بودش که از زاویه مذهبی صحبت نمی کردم و دید مذهبی نداشتن، خیلی خیلی علاقمند شدم. یعنی یک لحظه تغییر تو من ایجاد شد و یک محبتی دور قلب منو گرفت که الانم که دارم راجبش صحبت میکنم خب احساساتی میشم. اون لحظه بودش که یک استارت در من به وجود اومد که اصلا بدونم مسیح چیه، مسیحیت چی هستش و اون نقطه شروع من بود. من اون تون چند روزم به خودم نمیگفتم مسیحی. اونجا فقط یک چیزی برای من خیلی مهم بود، این بودش که من الان یه چیزی پیدا کردم که میخوام بهش کانکت بشم. من اون آرامشه رو میخواستم، من اون خسته شده بودم از اینکه صبح تا شب پریشون بودم و صبح تا شب به این فکر میکردم که من بیمار هستم. اون آرامشه باعث شدش که بپذیرم که من باید مسیحی باشم و مسیحو بپذیرم. و فکر میکنم بعد از 3 روز کنفرانس خودم دستم رو بردم بالا و من گفتم که من یک مسیحی هستم و اعلام میکنم که یک مسیحی هستم، اما هیچ تعلیم خاصی ندیده بودم. یعنی هنوز کتاب مقدس رو نخونده بودم، هیچ چیزی برای من هنوز روشن نبود، ولی اون محبت باعث شد که من اعتراف کنم که یک مسیحی هستم. اصلا حس میکنم مسیحی بودن این نیستش که حتما باید یک آیین و دینی رو بپذیری. مسیحیت به نظر من همون محبتیه که نشست توی قلبم و احساس میکنم دقیقا من اون شبی که دعا کردم دعای من امروز برآورده شده و اون کانکشن رو پیدا کردم. تغییری که در من به وجود اومد این بودش که من پر از استرس بودم، پر از ناامیدی بودم. فریبای الان استرس نداره، ناامید نیست. فریبای الان آرامش داره. فریبای الان صبح وقتی پا میشه به خداوند سلام میکنه. پر از خشم و نفرت دیگه نیست. فریبا خیلی تغییر کرده از لحاظ
روحی فریبای الان با فریبای گذشته فوق‌العاده، یعنی فوق‌العاده تغییر کرده. خب شما میدونید که بک‌گراند من بعد اینجوری بوده که خب یه مدت خیلی طولانی اصلا هیچ چیزی رو قبول نداشتم، بی دین کامل بودم، بی خدای کامل بودم. این معنویت رو، واقعیتش رو بخوایم، با عیسی مسیح تونستم پیدا بکنم، واقعا تونستم پیدا بکنم. و چیزی که مهم بود در زندگی من اتفاق افتاد، آرامشی بودش که بعد از ایمان آوردن به مسیح در من اتفاق افتاد. خب قبلش خیلی پریشون بودم، همه راه‌های من اشتباه از آب در میومد، ولی الان میدونم که هر وقت که ازش سوال میکنم به من جواب میده و به من میگه این کار رو بکن، اون کار رو بکن، توی قلب من میندازه. این خیلی مهمه که یک چیزی، یعنی اون تکیه‌گاه رو من پیدا کردم. این نقطه‌ای بودش که تو زندگی من واقعا مثل چی بگم، یه نقطه خیلی 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 مهمی بود که تونستم بهش دست پیدا بکنم.